هرچی میریم جلوتر هی داره عمیق و عمیق‌تر میشه. اینجا دیگه کجاست؟ واقعا اینجا زمینه؟ نمیدونم، به گمونم با یه سفینه فضایی افتادیم اینجا. اوه، من سباستیان هستم، تنها عضو باشگاه کاوشگران سباستیان. من از بلژیک تا اینجا رو با ماشینه بین راهی اومدم. اون کلمه جادویی رو بگو تا را باز شه. کدوم یکیو؟ همون سلام علیکم. آه سلام علیکم. نشد؟ کار نمیکنه، از کار افتاده. کار همون افسانه های قاره علی بابا میاد. ولکم بابا دوستان بیبریم. من استانیسلاف هستم، از کشور روسیه. در واقع از سرمای کشورم در رفتم تا یه مدتی رو توی این کشور زیبا سفر کنم. میخوام با مردم محلی و مشاغل محلیشون آشنا بشم و همینطور با این کشور زیبا، با آثار باستانی که از دورانهای خیلی دور باقی مونده. استنی، خبر خوب برات دارم. فکر کنم فهمیدم که چجوری باید از اینجا بریم بیرون. ببین، یادت میاد از این ور رفتیم بعد دور زدیم؟ خب پس دیگه نباید این مسیر رو تکرار کنی. خب نباید این مسیر رو دوباره بری. خب بر اساس نتیجه گیری ها و سیستم جهتیابی خورشید که با خودم از خونه آوردم، رای خروج باید اونجا باشه. واقعا اینجا خیلی قشنگه. آره، لازم حتما تو شهرم بریم. کارهای اونجا داریم که باید انجام بدیم. موافقم. آره، واسه تقویت رویمون خوبه. استن ببین، بیا آهنگ خودمون رو بخونیم. باشه بخونیم. سباستیان استانیسلاف، تو دنیا فقط تو هستی. سباستیان جنوب اون طرفه، اما ما باید بریم سمت شرق. یعنی اینکه باید از این طرف بریم. میدونی چیه؟ حالا که اینجوری شد، بهتره که از هم جدا بشیم. خب قرارمون اولین کلیسا یا مسجد که تو دهکده باشه، هر چیزی که اونجا دارن، من نمیدونم، حتی اگه سیاره دیگه باشه. خب باشه. منم یه تلگراف برای خانواده تو بلژیک میفرستم، اونا هم بهت زنگ میزنن و میگن من کجا هستم تا دوباره هم دیگه رو ببینیم. تلگراف ها. میشه این مسیر رو ادامه داد؟ اگه به خودت زحمت بدی. بله، میگم ما خیلی باهوشیم که فهمیدیم چجوری زنده بمونیم. ما به بالاترین نقطه رفته بودیم. اونجا رو ببین. آه دریا. ما نجات پیدا کردیم. نجات پیدا کردیم. حالا فقط لازمه خط ساحلی رو دنبال کنیم. نه، اول باید یکم شنا کنیم. ببینم بلدی؟ درست میگی، اینجا خیلی گرمه. سباستیان، فکر میکنی میتونیم پیاده بریم مزرعه کروکودیلا؟ من این جزیره رو نمیشناسم، اما الان چند مایله که داریم پیاده روی میکنیم. ببین، باید کنار جاده رو وسیله رو دیدیم سوار شیم. آره. باید حتما امشب خودمون رو به یه آبادی برسونیم. باید بریم از مردم محلی بپرسیم. آره، میتونیم متقاعدشون کنیم که باهاشون کار کنیم. ما کارگری خیلی زحمتکشی هستیم، درست نمیگم؟ چرا؟ آره، اونا هم به همون لبخند میزنن. آره، من مطمئنم که میتونیم باهاشون کار کنیم. من منتظرم ببینم چه شغلی واسمون کنار گذاشتن. ها؟ تو موافقی؟ آره، بریم. آخه وایسا، بودو آخه بودو، تا پشیمون نشده. یه والا که مردم. آه شانس عالیه. استن، بریم صاحبش رو پیدا کنیم، شاید اون بتونه ما رو ببره داخل قفس. بهشون میگیم میخوایم اینجا کار کنیم، اینجوری به کروکودیلا نزدیکتر میشیم. خیلی هیجان انگیز میشه. خوب تمیز کن. بسیار، ما کارگرهای خیلی خوبی هستیم. آره، باید بریم تو قفس کروکودیلا. میریم، حتما میریم. اینجا هم تمیز کن. ای بابا، چرا فرار میکنی؟ بیا اینجا. خوبه، واردی یا؟ از چی؟
حالا فهمیدی چجوری باید کار کنیم؟ آره، باید بقیهشو جمع کنیم. اونجا بقیهشو باید جمع کنیم. دونه دونه. قراره بر دو قسمت کار کنیم، اینجا و اون طرف. برای اینکه سریع‌تر کار کنیم، استن با همکارم میره و سباستیان با من. خیلی عالیه. ما الان تو مزرعه کروکودیلا هستیم، اما موجودات دیگه غیر از کروکودیلا هم اینجا هستن. در غیر صورت خسته کننده میشد. موجودات متنوع مثل شترمرغ و بز کوهی. به خاطر اینکه واقعا میخوایم اینجا کار کنیم، برای رسیدن به کروکودیلا باید کارهای دیگه مثل تمیز کردن شترمرغا هم انجام بدیم. اینا رو ببر اون طرف. همینجوری ببرم یا باید خالیشم بکنم؟ سریع‌تر هستم وگرنه اخراجت میکنن. بزرگ شد دوست کوچولو من، بزرگ شد. من کارگر مفت خیلی خوبی هستم. من زحمت کشم. اینجوری خانواده هم متوجه میشن که من فقط برای سفر کردن به ایران نیومدم، بلکه تجربه های مختلفی رو با مردم محلی به دست آوردم و همینطور دارم کارم میکنم. در واقع من از زیر بار زندگیم تو روسیه فرار نکردم، بلکه اومدم اینجا تا با انجام کارهای مختلف خودم رو پیدا کنم و تجربه به دست بیارم. داری اشتباه انجام میدی استن. چیکار کنم پس؟ چیکار میکنی؟ میدونم میخوای ما رو برای شام به قفس دعوت کنی، اما یکم خجالت میکشی چون امروز حموم نکردی. آره، پیف پیف پیف. چه بامزه است. مراقب باش. گرفتش. استن، تو آینده برای خودت تو این شغل میبینی؟ برای خودم؟ برای خودت. من هیچ آینده‌ای برای خودم تو این کار نمی‌بینم. منم همینطور. اصلا دیگه جون ندارم. به نظرت شغل امروزمون جالب است؟ به گمونم همینطوره. ما این قایقا رو داریم، این گسره عظیم از درخت ها رو و یه شغل چالشی داریم. درسته. ما قراره که سوار این قایقا بشیم و شاخه‌های اون درخت ها رو هرس کنیم. این برای درخت ها هم مفیده و بله، از همه مهمتر اینه که قرار این شاخه ها رو جمع‌آوری کنیم و بدیم به شتران. اینطوری با یه تیر دو نشون. آره دقیقا همینطوره. و اینجوری به رشد درخت هم کمک میکنیم. میدونی شترهای زیادی هم تو ایرانه. دست رو بگیریم. خب بریم داخل. باش. بیا اونجا باید سدید، بیا پایین. استن هلش میده دیگه. آره. آبا اون یه قایق کوچیک دو نفری و از پسش بر میاد. هلش که بازه هل بده. گیر شما افتاد. آه خیلی سنگینه. اما سباستیان. من اسم استانیسلاف. استانیسلاف. سرادل. سرادل. نه اینجوری نه. نگاه کن شما، دازو میذاریم پایین، دستو مش میکنیم. اول چاقو رو میذاریم بعد جمع میکنیم. اول چاقو رو میذاریم، اول چاقو بعد جمع میکنیم. میذاریم بعد نبوده. خوبه؟ بذار من امتحان کنم. استن بیا، میشه چاقو خوبت بدی به من؟ آره بیا بگیرش، مراقب باش.
ما این درخت ها رو هرس میکنیم به خاطر اینکه اگه درخت هرس نشه و شاخ و برگاش بزرگ بشه و بادای شدید که بیاد، بادای فصلی، این درخت ها رو خرد میکنیم میرزه پایین. هم علوفه دام جزیره است، به عنوان علوفه دام جزیره استفاده میکنیم، هم واسه سرسبزی درخت خیلی خوب. آه خسته شدم. آه البته بلندشون کنیم. چه جوری؟ آها بذار سر کن. آها حالا گرهیم بس. بریم بدیم اینا رو شطورا بخوره. ببریم تو قایق. آه یه قایق اینجاست. این اومر نمیخواد اینجا میشه. همینجا بشین. چجوری روشن میشه؟ سپاسی هم بشین بشین. آب اومده بالا، میخوام بریم قسمت هایی داخل وسط جنگل، قسمت هایی که راحت بشه از تو خایق درخت ها سرشاخ ها را حرس کن، یعنی کارمون راحت در شده بیلا. بریم وسط جنگل. خاطر مناظر اینجا این کار واقعا دوست دارم. اینجا خیلی زیباست. ما با درخت ها و گیاهان سر کار داریم. در واقع خیلی آرامش بخشه. ممکنه بعد از مدتی خسته کننده بشه، اما شکایتی ندارم. زندگی ساده ایه. سر کارم با گیاهانه و دریارم کنارم دارم و فکر نکنم کسی پیدا بشه که از دریا خسته بشه. جنگل بچه خونه شو به خاطر اینکه از دست جزومت آب در امان باشه روی درخت درست میکنه، در قسمتی که آب بهش نرسه. چوبای خشک و برگای خشک رو جمع میکنه روی هم دیگه، انباشتی میکنه، وسط برگا رو خالی میکنه و داخلش زندگی میکنه. خب استن، نظرت درباره اینجور زندگی چیه؟ واقعا از این شغل خوشم اومده. فکر کنم این شانسو دارم که اونو به عنوان شغل دائمی انتخاب کنم. جالبه استن، من واقعا آب و هوای اینجا رو دوست دارم. اگه اونو به عنوان شغلم انتخاب کنم شاید خسته کننده باشه، اما باعث میشه چالش های بیشتری داشته باشم. فکر کنم برای منم همینطوره. من هنوز گوشواره ندارم. درست میگی هنوز؟ بلش کن، باید 30 دقیقه بذاریمشون رو اجاق گاز با پیاز. قرار نیست که با این کروکودیل بگیریم ها؟ آره، اندازه کافی استقامت نداره. اگه بخوام یک کروکودیل واقعی بگیریم باید یه نوع بهترش رو پیدا کنیم. استن یکم تحریکش کن. نش نیست. آره کنم اونو که بهش غذا دادیم تنها کروکودیل اینجاست که غذا میخوره. اوه چقدرم گنده است. این برای وزنشه، این برای اندازه‌گیری قدشه و اینم یه میکروچیپ ریدره. برو جلوتر، جلوتر، سرشو بگیر.
مواظب دستت باش، مواظب باش. میخوام خودم یک کروکودیل بگیرم. مواظب باش، مواظب باش. آها خوبه خوبه خوبه، همونجا رو بگیر. مواظب باش. اینو بگیر. بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو. بذارش زمین. صبر کن. چقدر؟ 32. بذار من بگیرمش. ببین واسه این کار باید این لباس رو بندازم روی چشماش. این لباس مال مربی کروکودیل هست و فکر میکنم چون بوی اونو به خودش داره واسه کروکودیل مناسبه. بیا. او گرفتش. کار سختی نبود. آره خیلی آسیب نرسوند. آره شانس آوردی. موندم چه کارهایی میتونه بکنه. چرخی؟ آره این قسمت رو بگیر. 120 میلیون تومانی میشه. چند دلار میارزه ها؟ نمیدونم. حالا آروم گرفت. آروم شد. آفرین. اون قسمت رو بگیر. آره ولی خب من اینجا رو گرفتم که در نره. چقدر؟ خب چقدر وزنش؟ 68 کیلو. ولش کن بره. مربی و تعدادی از کارگرای اینجا گفتن که حدود 30 تا کروکودیل ایرانی تو مرز پاکستانه. میگم خیلی خوب میشه اگه بتونیم بریم اونجا اونا رو پیدا کنیم و بگیریمشون. بتونیم یه تعدادشون هم بدیم به مربی. آره اگه حداقل چند تاشون هم بگیریم نتیجه رضایت بخشه. مربی خوشحال میشه. خیلی خوشحال. آره آره. مواظب باش. عکسو حملاشون رو میبینی؟ مواظب باش. این خونه سباستیانه. این کروکودیل منو گاز گرفت. یکم خونریزی داشتم. اون از قسمت پوزش گرفته بودم ولی خوب محکم نگرفته بودمش. همینطور که میبینین با اون دندونه کوچیکش دوتا از انگشتام رو گاز گرفت. خیلی خونریزی نداشتم اما یه درس با ارزش گرفتم، این که هیچ وقت نباید به کروکودیلا اعتماد کرد و لباسم تنشون نکرد. خب مربی، حالا که ما به اندازه کافی آموزش دیدیم میتونیم بازدید کننده ها رو راه نماییشون بکنیم؟ آره حتما، ایده خوبیه. بیاییم مامان. خب به اولین قفس کروکودیلا رسیدیم. همونطور که میبینین اونا خیلی سرحال نیستن به خاطر اینکه اسنتو میتونی بدم؟ آره میتونم بگم. میتونم بگم چرا اونا سرحال نیستن. همونطور که میبینید خورشید داره غروب میکنه و اونا دارن بیدار میشن و چشمشون داره باز میشه. آره اونا اول صبح معمولا حوصله ندارن. بیا دنبالم. بیا بیا بخور بخور. اوکی خب میتونم سوارشون بشین؟ میتونم من سوارشم؟ سوار سوار سواری سواری نمیشه؟ یا دوست داری؟
اسم من سباستیانه، از بلژیک اومدم. میتونم سوارشون باشم؟ میشه؟ ببین میشه من اینجوری سوار بشم؟ نه؟ به خاطر اینکه شطورای این قسمت گلم و کلم مادن، خاطر این نمیشه سوار شد. بعضی از شطورا بار دارن، بعضی از شطورا تازه بچه زا شدن، به خاطر همین سوار شطورای مادی اینجا نمیشه. این شغلی که میتونیم انجامش بدیم. آره درسته، همینطور میتونیم ازشون بخوایم که شطورا رو بدوشیم، اینجوری میتونیم یکم شیرم بخوریم. آره شیر. پس امشب شکلات داغ با شیر شطور داریم. آره بریم از بزرگترشون بپرسیم که میذارن شیر بدوشیم یا نه. خب پس بلد بود. استن نظرات این قارات چند سالشونه؟ کتابچه های راهنما میگه که 1500 سال قدمت این قاره است. خب خیلی زیاده سباستیان. نه؟ خیلی خیلی زیاده. حالا فهمیدم چرا اون همه تجهیزات با خودت حمل میکنی. به خاطر اطلاعات مفیدشه. آره اطلاعات در مورد دنیای اطرافمون. کی دلش میاد تو بلژیک و روسیه زندگی کنه وقتی یه همچین جایی تو این کشور هست؟ واقعا قارا خیلی زیبا. آره راست میگی. این پسره رو ببین. اوه دکور قشنگه، خیلی قشنگه. سفر واقعا دریچه ادراک منو باز میکنه. منظورم اینه که بلژیک بودم هیچ وقت این حسا رو تجربه نمیکردم. درسته. خب وارد یک کشور جدید میشی و همه چیز اطرافت جدیده، سبکای کاملا جدید زندگی رو میبینی، همه چیز کاملا متفاوته و تو از این تفاوت‌ها لذت میبری. درسته اینطور نیست؟ همینطوره، باید موافقم. ازت ممنونیم جزیره. روزای قشنگی اینجا داشتیم. واقعا هفته دوست داشتنی بود. خیلی خوب بود، عالی. ما جاهای زیادی رو دیدیم، چیزای زیادی تجربه کردیم. شما ما رو امیدوار کردین تا جاهای ناشناخته دیگه این سرزمین هم کشف کنیم. درسته، همینطوره. ما الان آماده ایم شانسی بپریم تو قسمت بعدی ماجرا. آره همون کاری که اینجا کردیم. پس بزن بریم. بزن بریم.